تو شespère که ذله بیام سلام به همگی امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز میخوایم با بحث مهم لذخیک یعنی حروف تعریف زبان فرانسه که یه ذره ممکنه پیچیده باشد در واقع یکی از سخته زبان فرانسه همین حروف تعریف هست، با هم صحبت کنیم با من همراه باشید تا آخر این ویدیو. Alors, abonnez ای vite ici, cliquez sur l'icône clochette pour voir ویدیو. آنی با! On utilise les articles pour déterminer un nom. خب، article یعنی حرف تعریف. و ما در فرانسه دو گروه یا دو دسته حرف تعریف داریم دفینی یعنی معین مشخص اندفینی نامعین نامشخص خب ما از این حروف تعریف برای مشخص کردن یک اسم استفاده میکنیم پور ترمینه ان نو خب ببینیم که اول اینا چی هستن اصلا هر کدوم تو هر دسته کدوم حرف تعریف ها رو داریم خب دفینی بالایی هستن اندفینی پایینی ها و اف یعنی فمینا برای فمینا معنیس به کار میره ام پور مسکولا برای مزکر اف او ام یعنی هم فمینا هم مسکولا پلوریل برای جمع که در حالت جمع دیگه فمینا مسکولا نده برای هر دو به کار میره خب لزختی دفینی لا پور فمینا le pour masculin et l'apostrophe pour masculin ou féminin le pour pluriel برای حالت جمع ل به کار میره خب ال اینجا برای چی هست زمانی که کلمه بعد از اختیکل ما بعد از حرف تعریف ما با یک وایل شروع بشه یا با اش موه اشی که تلفظ نمیشه ال اپاستروف میذاریم در غیر چه ماسکولن باشه چه فمینن باشه در غیر این صورت برای فمینن یا مؤنث ل برای ماسکولن ل و برای حالت جمع فرقی نمیکنه چه مؤنث چه مذکر ل به کار میبریم اینا اختیک دفینی یا معین بودن لزختیک اندفینی این پوخ فمینا برای فمینا اون به کار میبریم ا پوخ مسکولا برای مزکر ان به کار میبریم اینجا دیگه ما حرف صدادار و بی صدا برامون فرق نمیکنه پس اینجا چیزی نداریم و د پوخ پلوریل برای حالت جمع از د استفاده کنیم چه ماسکولا چه فمینا on utilise les articles اوال و نوم ها یا حروف تعریف قبل از اسم میان یعنی اول ما اختیک داریم و بعدش نوم یا همون اسم رو داریم مثال ل ش یعنی گربه مسکولن هست ل اووردیم براش ل مزون مزون یعنی خانه فمینن هست براش ل اووردیم لونیورسیته لونیورسیته خب یونیورسیته فمینن هست ولی چون ال... چون او یک وایل هست ما ال پس مثلا میتونستیم کلمه ام به معنی مرد رو داشته باشیم و در آن حالت هم گفتیم لوم باز ال و آخری آنفان اس جمع داره آنفان یعنی بچه آنفان با اس جمع یعنی بچه ها لزانفان لیزون هم میکنیم لزانفان بچه ها و هست پل سوادیخ پلوریل خب حالا لزختیک ان دفینیا رو ببینیم به جای لو شا ممکنه بشنوید آن شا مسکولن این مزون فمینن و دزانفان. باز همینجا لیزون میکنیم دیزان فان پلوریل برای حالت جمع هست خب حالا چطور انتخاب کنیم که از اختیکل دفینی استفاده بکنیم یا اختیکل اندفینی صفحه خیلی راحته با من همراه باشید تو بخش بعد بهتون میگم در این قسمت کاربورت های حروف تعریف معین رو میخوایم با هم ببینیم که چی هست لز اختیکل دفینی یه اکسون هم اینجا بذارید خب کدوم ها بودن؟ ل، ل، ال پاسخوف، ل اون دفینی پور دزینیه اون شوز اونیک برای مشخص کردن یه صحبت درباره برای چیزایی که یونیکن تک هستن یه دونه ازشون وجود داره ما از حروف تعینه حروف تعریف معین استفاده می مثل چی؟ ل سیل سیل یعنی آسمان ما یه دونه آسمان داریم ل سیل ابل آسمان آبیست آسمان یه دونه است ل سولی سلی خورشید یه دونه داریم ل سلی پری ل سلی پری بری بریه، یعنی درخشیدن تابیدن لسولی بری یعنی خورشید می درخشد خورشید می تابد اپری ایلیا لطور افل اپری ایلیا لطور افل خب ما یک دونه برج ایفل داریم اون هم در پاریس هست در پاریس برج ایفل وجود دارد تور به معنی برج فمینن هست لطور افل لزختیکل فینی اکی اوننلی سا exception. کپیو یعنی استثنا حروف تعریف معین یک کلیتی رو بدون استثنا توصیف میکنن بیان میکنن یا مشخص میکنن یعنی یه چیزی که استثنا نداره پرگامپل وندی لوش تن انیمل لش اانیمل گربه یه حیوونه خب کلیه دیگه یک اتفاق کلی رو داریم میگیم گربه حیونه قطعا جز دیگه ای که نمیتونه باشه پس میگیم لو ش انیمال حواستون باشه که ل اکسپریم اون جنرالیت اوک اکسپسیون اوک یعنی با سان یعنی بدونه خب حرف تعریف جمع ل یک واقعیتی رو یه چیز کلی رو با استثنا بیان میکنه یا مشخص میکنه یعنی یه چیزی میگیم و توش استثنا هم وجود داره مثال رو ببینید ل ل فرانس ام پیر نمپ لو فرومژ خب ل فرانسه فرانسه یعنی فرانسوی ها مردم فرانسه فرانسوی ها لی فرانسویها فرانسوی ها ام لو پنیر دوست دارن لو اینجا فرماج هم کلیه هر پنیری کلا فرانسوی ها پنیر دوست دارن ل فرماج اینجا یک واقعیت بدون استثناست و لی فرانسه استثناء داره چرا؟ چون میگیم فرانسویها پر... فرانسوی ها پنیر دوست دارن مه یعنی اما اما داریم یه داریم استثنا میکنیم یکی رو از توش جدا میکنیم اما پیر پیر نمپل و فرماج پیر پنیر دوست نداره خب پس یه نفر رو استثنا کردیم یا یه استثنای توش وجود داشت خب چند تا فعل خاص هم داریم که با اون فعل ها حتما حرف تعریف معین به کار میره تخته رو پاک میکنم با اون فعل ها برمیگردیم نیتیلیز لز اختیکل دفینی اوک لورب دو سانتیمان خب ورب دو sentiment یعنی افعال افعالی هستن که احساس ما رو نشون میدن خب با این فعل ها با این چهار تا فعل هم ما اختیکل دفینی به کار میبریم مثال زدم براتون فعل های امه اداغه امه یعنی دوست داشتن اداغه یعنی عاشق بودن پرفره ترجیح دادن و دتسته متنفر بودن خب همشون هم فلای گروه اول هستن که خوندیم و میتونید به راحتی اینها رو صرف کنید جم لو سینما جم لو سینما من سینما رو دوست دارم ماری ادور لا موزیک ماری عاشق موزیک عاشق موسیقیه موزیک لا موزیک و همینجا متوجه میشین که سینما لو اومده پس مسکولن هست موزیک با ل اومده پس فمینن هست ژک حواستون باشه او اس خونده نمیشه ژک پرفر ل دو فرانسه ژاک درس فرانسه رو ترجیح میده مثلا به فیزیک ژو دتست la beur. Je déteste la beur. من از کره متنفرم. J'adore le fromage. من عاشق پنیرم. فت attention. حواستون باشه دقت کنید. توجه کنید که Pour les animaux, vous devez utiliser le. برای اینکه در مورد حیوانات حرف بزنید مثلا من سگا رو دوست دارم من عاشق گربه هام یا این حیوانو اون حیوان رو به اون حیون ترجیح میدم حتما برای حیوانات از اختیکل ل استفاده میکنیم یعنی حالت جمع رو به کار میبریم چون مثلا اگه بگید من سگ دوست دارم خب یه دونه سگ رو که دوست ندارید یعنی منظورتون اینه که کلا حیوان سگ رو دوست دارید دیگه پس میگید ایلم لشیان و جمع میبندید ایلم لشیان اون سگ ها رو دوست داره الم لشه اون گربه ها رو دوست داره جو پرفر لشیان من سگ, سگ رو ترجیح میدم سگ ها رو حتما جمع میبندیم بعد از ل خب این از کاربورت های اختیک دفینی حالا بریم ببینیم چه زمانی از اختیک ان استفاده میکنیم لزختیک ان دفینی حروف تعریف نامعین که کدوما بودن اون ان و D. On utilise les articles indéfinis pour désigner un objet parmi des autres. زمانی که میخوایم درباره یک چیز بین چیزهای دیگه بین کل چیزهای دیگه صحبت کنیم در از در واقع حروف تعریف نامعین استفاده میکنیم مثال ها رو ببینید ایلیا ان ستیلو سور لا ایلیا ایلیا ساختار ایلیا قبلا بهتون گفتم به معنی وجود داشتن هست ان ستیلو یه خودکار سوغ لا تابل روی میز هست یه خودکار روی میز هست خب ممکنه کلی وسیله دیگه هم باشه داریم به خودکار در بین تمام چیزهای دیگه میز و صندلی و کتاب و دفتر اشاره میکنیم ایلیا ان ستیلو سوغ لا تابل یا مثلا میگیم ستان ویلاج خب این یک دهکده است یه روستاست نمیدونیم کدوم روستاست اسمشو نگفتیم مشخصش نکردیم بین تمام روستاها ستم ویلج الابیت الابیت دان زون مزون الابیت مزون او در یک خانه زندگی میکنه منظورم اینه که آپارتمان نیست ویلا نیست خانه هست خب این مزون یک خانه بین تمام خانه ها مشخصش نکردیم کدوم خونه چه ویژگی هایی داره دانزون میزون نیی لs rیl n defینی یعنی مالکیت فعلایی که یه جوری تملک ما رو نشون میدن یه چیزی به ما تعلق داره مال ماست مثل چه هایی؟ اووار که داشتیم فعل داشتن هست اشت اشته به معنی خریدن وقتی یه چیزی میخریم مال ما میشه دیگه و prendre، خب فعل پانک رو هنوز نخوندیم بعدا میخونیم ولی اینجا چون داشتم فعل ها رو میگفتم براتون آوردم به معنی داشتن و پانک به معنی صرف کردن و نوشیدن و خوردن هم استفاده میشه خب مثال ها رو ببینید ژ ان من یک برادر دارم مالکیت رو نشون میده ان فرر اون سور ان اونکل اون روب پور سا یعنی او میخرد یک پیراهن برای همسرش او برای همسرش یک پیراهن میخره اون آقا برای خانومش برای همسرش پیراهن میخره خب وقتی میخره پیراهن مال او میشه یا مال همسرش میشه پس باز هم گفتیم اون قب یک پیراهن ال پران ان کافه طول متن ال پران ان کافه طول او هر روز صبح قهوه می گفتم خب پاند و اینا به معنی نوشیدن و خوردن استفاده کردیم که اینجا نوشیدن هست ان کفه طول متن خب این هم از اختیق اندفینی در این قسمت دو تا تمرین داریم در تمرین اول باید جلوی اسم ها حروف تعریف معین ل ل الپسخف و ل قرار بدید و در تمرین دوم باید در جاهای خالی مکالمه از حروف تعریف معین یا نامعین استفاده کنید. این هم از درس حروف تعریف معین و نامعین تمرین ها رو حتما حل کنید و هر سوال نظر یا پیشنهادی داشتید در کامنت برای ما بگذارید. الا جوستت اون تری بون جورنه اون تری بون ¡A la semana próxima! ¡A pronto!